ساعت دخترها و پسرهای گل. من سامانی نژاد مدرس عربی کنکور، امروز میخوام براتون یه مقدار راجع به درس عربی صحبت بکنم، یه مقدار راجع به تکنیک‌های مختلف تستنی با هم دیگه صحبت بکنیم و ایشالله به امید خدا اگر بتونیم کلاس هامون رو در هفته‌های آتی به صورت مستمر و مداوم داشته باشیم که این کلاس ها رو برگزار بکنیم. بچه ها فقط صدا و تصویر دارین؟ صدا و تصویر دارین؟ صدا و تصویر اوکیه؟ خب اگر صدا و تصویر الان اوکی نیستش، فکر می‌کنم مشکل از نت شماها باشه. حالا پشتیبانای ما هم این وقت پیگیری میکنن مسئله رو تا درستش بکنن. خب اینو چک میکنی؟ صدا میگن اوکی نیست. صدا لگ داره مثل اینکه. اینو درست بکنی؟ خب بچه ها الان صدا بهتر شد؟ خب اگر روی من صدای خودم الان دارم میشنوم، اگر مشکلی هست به خاطر نت شما هستش، به خاطر اینترنت شما هستش. بریم ما هم دیگه شروع بکنیم. بچه ها این کنکوری که برگزار شد، کنکور 99، خب به همه نشون داد که تست کنکور، سوال کنکور، طراح کنکور چه ویژگی داره. خب طراح کنکور که آدم نرمالی نیستش، مثل من و تو، مثل من و تو آدم با خانواده و با وجدان و با شرفی نیستش. طراح کنکور میخواد فقط ماها رو اذیت بکنه و ماها رو به چالش بکشه. ما هم باید نکات و چالش‌های راه رو بدونیم و دست طراح کنکور رو بخونیم و من سامانی نژاد اینجا هستم تا به تو چالش‌های مسیر رو نشون بدم. درس عربی در کنکور 1400 از تست شماره 26 تا تست شماره 50 دفترچه درس عربی ازش، یعنی عربی توی دفترچه سوالای 26 تا 50 رو داره. حالا تست شماره 26 تا تست شماره 35 مختص مبحث ترجمه است، یعنی 40% کنکور ترجمه است. تست شماره 36, 37, 38, 39 تستای درک مطلبه، 8 خط بهت متن میدن، 16% کنکور 4 تا سوال رو به خودش اختصاص داده. تست شماره 40, 41, 42 تستای تحلیل و صرفیه، مبحثی به اسم تحلیل صرفی، ویژگی های فعل، ویژگی های اسم. تست شماره 43 تست ضبط حرکته، حرکت گذاری کلمات، ا ا او کلمات، حرکات عین الفعل کلمات. تست شماره 44 واژگان. تست شماره 45 تا تست شماره 50 هم تست قواعد هستش. یه توضیحی واسه اون آدمایی که شاید من سامانی نژاد رو نشناسن، کلاس من سامانی نژاد تا حالا نبوده باشن و اطلاعاتی راجع به کنکور نداشته باشن، من بدم. ببین من نمیگم کنکور تنها راه موفقیت توه، نه قطعا کنکور تنها راه رسیدن به موفقیت نیست، اما اگه امروز سر کلاس من هستی و داری به کلاس من گوش میدی و داری برای این موضوع وقت میذاری، انرژی میذاری، ذهن خودت و خانواده‌ات درگیر این موضوع هست، میخوام اینو بهت بگم، کنکور نزدیکترین راه رسیدن به موفقیت الان پیش روی توه دیگه. ببین 12 سال رفتی مدرسه، 12 سال ساعت 6 صبح چشتو باز کردی، پدر مادر زحمت کشیدن، مداد بخر، کتاب بخر، خودکار بخر، بچه‌مو صبونه بکنم تو حلقش بفرستم مدرسه، زور بیاد خونه، تمام این استرس‌ها رو تحمل بکن، استرس امتحان، استرس حرف معلم، حرف معاون، حرف ناظم، هی همه بگن تو خنگی، چرا امتحان اینجوری شد، چرا اونطوری اینجوری شد. 12 سال همه این چیزای روانی، 12 سال همه این هزینه‌ها رو تحمل کردی که امسال نتیجه بگیری. امسال قرار نتیجه بگیری. باید به خودت بگی آقا امسال باید نتیجه بگیرم، امسال باید نتیجه بگیرم و من اینجام که با هم دیگه هم قسم بشیم، قول بدیم به هم دیگه که این عربی 20 صاحب و تو کنکور 100 بزنیم. من کاری ندارم عربی خوبه بده، چرا آقا ما باید عربی یاد بگیریم، چرا عرب ها ایرانی یاد نمیگیرن، چرا نمیدونم تو کنکور اینجوری میاد. من تو ببین آش خالته، بخوری پاده نخوری پاده، خیرتو تو کنکور میگیره ها. مهمترین درس عمومی کنکورته، آسانسور رتبه است. میدونی یعنی چی؟ میدونی بیشترین انحراف معیارو داره؟ میدونی چه ترازی بهت میده؟ میدونی برای رتبه شدن باید چقدر تلاش بکنی توش؟ من
نگران این نباش. اینو میکنم تو مغزت. فقط اگه الان آماده یاد گرفتن خفن هستی، یه یاد گرفتن مفهومی، یه یاد گرفتن تکنیکال، چرا اینجوری میشه؟ صدای من بچه‌ها قطع شد. الان صدای من رو داری؟ اوکی. پس آقا اگه الان آماده هستی، ببین این کنکوره ما براش داریم زندگی میکنیم، 12 سال براش تلاش کردی، یه سال دیگه، 315 روز دیگه، 315 روز دیگه کنکور داری. اگه آماده هستی عربی رو مفهومی و تکنیکال و حرفه‌ای با سامانی نژاد یاد بگیری، یه دونه مثبت، یه دونه پیغام، یه چیزی بذار من حال بکنم، یه چیزی بذار، یه چیزی بذار، یه کامنت بذار، یک ماشاءالله. این بچه ها، این بچه ها خیلی آمادن، اینا خیلی آمادن، جونم جونم میخوامت، به قرآن میخوامت. برو بریم آقا شروع کن. برو دمت گرم، عشق منی، دمت گرم. برو بریم شروع کن. خوب به من گوش بده عزیزم، خوب به من گوش بده. کلمه ها در زبان های مختلف، زبان عربی، زبان فارسی، زبان انگلیسی فرقی نداره. یک کلمه در هر زبانی که بهت بدن، اینجا رو نگاه کن، در هر زبانی که بهت کلمه بدن تو میدونی این کلمه هه. یا از جنس اسم، یا از جنس فعل، یا از جنس حرف. زبان فارسی خودمونم به خدا همینا، علی، قلی، نقی، کتاب، دفتر، لپتاپ، میز، خودکار، دیوار، اسم، رفت، گفت، برد، نوشید، پوشید، خورد، فعل، از، به، با، بر، در، برای، که، تا، و، حرفم. ما امروز میخوایم یکم اولش راجع به اسم صحبت بکنیم. ببین اگه سر کلاس من نشستی، یه نگرانی رو از الان برات برطرف بکنم. ببین پسر گل، ببین دختر گل، از صفر قراره بهت درس بدم. یعنی ببین امروز میبینی من هفتم، به خدا برات هفتم گلچین کردم. میخوام ببینیم آقا هفتم چقدر بلدی؟ از پایه، یعنی اگر تو حتی صفر هستی، ببین من تو رو دارم این ماژیک در نظر میگیرم، هیچ چیزی راجع به عربی نمیدونه، هیچ چیزی راجع به عربی نمیدونه، این ماژیک قراره امروز 100 برسه، امروز جلسه، امروز مبحث، امروز رو قراره به 100 برسه. هر چیزی، هر نکته‌ای داره، از شیر مرغ تا جون آدمی زاد، همه رو میکنم تو مغزت، فقط گوش بده. آقا کلمه ها در زبان عربی پس 3 دستن، یا از جنس اسمن، یا از جنس فعلن، یا از جنس حرفن. میخوام راجع به اسم براتون صحبت بکنم. آقا یک اسم در زبان عربی، یکی از این 3 تا ویژگی رو که بهت میگم رو فقط، لفظ رو نگاه کن، فقط یکی از این 3 تا ویژگی رو باید داشته باشه. یک اسم یا باید الف لام داشته باشه، مثل ال تلمیز، ال شجرت، یا باید تنوین داشته باشه، ان، ان، اون، یا باید مضاف شه. سامانی مضاف شه یعنی چی؟ ببین اینا رو که من نوشتم دارم لفظ چی میذارم بینش؟ یا یعنی فقط یکی از اینا رو باید داشته باشه. مضاف بشه یعنی چی؟ یعنی یه ترکیب اضافی. دوتا اسم میومدن کنار هم دیگه، تو فارسی هم داری، همه جا داری، تو دوتا اسم میان کنار هم دیگه، دومی صفت نباشه، یه ترکیب اضافیه، مثل پسر سامانی نژاد،
پسر سامانی نژاد یه ترکیب اضافیه که اینجا اسم اول میشه چی؟ میشه مضاف. پس آقا تو به من جواب بده. همین اول کاری سامانی بهت گفت کلمه ها در زبان عربی سه دستن، یا از جنس اسمن یا فعلن یا حرفن. اسم ها یکی از این سه تا ویژگی رو باید داشته باشن، یا الف لام داشته باشه، یا تنوین داشته باشه، یا مضاف بشه. پس به من جواب بده تو کامنت، اگر اسمی مضاف بشود دیگر ادامهش با تو. اگه یه اسم مضاف بشه دیگه نه فعل نیست. آها ماشاءالله آیدا، آیدا دمت کرد جونم، نگار زهرا ماشاءالله یاسمن. اگر اسمی مضاف بشه دیگه الف لام نمیگیره، دیگه تنوین هم نمیگیره. اگه اسمی مضاف شه التنوین نمیگیره. اگه اسمی الف لام بگیره تنوین نمیگیره، مضاف هم نمیشه. آقا تا اینجا حله. ماشاءالله. یه نکته دیگه بهت بگم. حالا ما این اسم ها رو، این اسم ها رو که بهت گفتم رو باید از چند جهت بررسی بکنیم و بشناسیم. این اسما رو باید از نظر جنسیت ما تو زبان عربی بشناسیم. آخه اعراب پسر و دختر رو از هم جدا میکنن. اعراب تفکیک جنسیتی انجام میدن، مذکر مؤنث. ما باید بدونیم آقا یک اسم از نظر جنس چجوریه، یک اسم از نظر تعداد چجوریه، یک نسب از نظر معرفه یا نکره بودن چجوریه، یک اسم از نظر ترکیب های اسمی چجوریه. میخوام یه مقدار راجع به اینا صحبت بکنیم. من تا اول میخوام برم سراغ جنسیت. بازم سال هفتم. یک اسم از نظر جنسیت بچه ها یا مذکره یا مؤنثه، یا مذکره یا مؤنثه. تو رو خدا آقای فیلم بردار به من جواب بده. آقایون رو، آقا بیا اینجا به من جواب بده. آقایون رو راحت تر میشه شناخ یا خانوما رو؟ جواب بده بشنوم. بلند جواب بده. آقایون رو. آها دیدی چی گفت؟ میگه آقایون رو راحت تر میشه شناخت. یعنی تو نیاز نیست برای اسم مذکر بری تلاش بکنی ببینی مذکر چه اسمیه. نه، مذکر اینجوریه، تا میبینیش میگه ای این مذکر ها. مذکر اسمیه که مؤنث نباشه. یعنی ببین تو زندگی هم همینه، ما خانوم ها رو بشناسیم برای هفت پشتمون کافیه. پس آقا مذکر اسمی است که مؤنث نباشد. اما مؤنث ها رو نگاه چه آکولادی جلوشون باز کردم، اینا رو بشناسیم. ما قرار مؤنث ها رو بشناسیم. مؤنث ها یا با علامتن بچه ها یا بی علامتن. مؤنث های با علامت چیا هستن سامانی نژاد؟ علامتاشو بهت میگم. ته تأنیث مثل تلمیزت، شجرت، حدیقت، الف و همزه و الف مقصوره. به این آ کوچولو میگی الف مقصوره. اما چند تا نکته تو دل همین داستان نهفته است که بهت میگم چی هست. بی علامت ها چی هستن؟ بی علامت ها رو هم الان بهت میگم. بچه ها در زبان عربی اسم شهر، کشور و قبیله چیه؟ شهر، کشور، قبیله چیه؟ مؤنث. مثلا تهران شهر مؤنثه، ایران کشور مؤنثه، قریش قبیله است مؤنثه. شماره دو، پس شهر، کشور، قبیله. شماره دو، اعضای زوج بدن ما مثل دست یعنی ید، چشم به عربی میشه عین، رجل یعنی پا، اذن یعنی گوش، اعضای زوج بدن مؤنثه. شماره سه، یه سری نسبت های فامیلی مادر، خواهر، دختر مؤنثه. ببین علامت نداره، علامت نداره ولی مؤنثه. اخت
مؤنث. بنت یعنی دختر مؤنث. شماره بعدی یه سری اسم دخترها، بچه ها اسم دخترهایی که علامت ندارن، مثل زینب، مثل مریم. بیا زینب، مریم، اینا مؤنث. و شماره چهار یه سری کلمه های حفظی هستن که تو باید حفظ باشیشون. این حفظی ها هم مؤنثن. حالا حفظی ها مهماشون چیان؟ الان بهت میگم. آقا خورشید خانوم یا آقا خورشیده؟ خب معلومه خورشید خانوم. پس کلمه خورشید که به عربی میشه شمس مؤنث. شمس مؤنث. اولین کلمه پس شمس. بعدش کلمه نفس یعنی خود مؤنث. شمس و نفس. ببین تکرار کن تو خونه تا اینجا. شمس و نفس. میگی دریا خانومه یا آقای؟ دریا خانومه یا آقای؟ دریا خانومه دیگه. پس آقا دریا به عربی چی میشه؟ میشه به. ببین کلن هر چیزی که خوبه خوشگله معمولا خانومش، دریا، خورشید، آسمون. هر چیزی که زشت و درب و داغونه رو نسبت دادن به آقایون. آقا دوزه، آقا گرگه، آقا لیوه، آقا لولوه، آقا دیوه. پس آقا شمس و نفس، دریا رو هم بهش اضافه کن. دریا میشه بحر. شمس و نفس و بحر. حالا حالا دوستان هر جنگی هر جای دنیا به پا میشه یا تو خانواده هامون اگه دعوایی پیش میاد، هر جنگی که به پا میشه زیر سر یه دونه خانومه. تعارف نداریم با هم که. ما الان سالهاست با عممون در ارتباط نیستیم. چرا؟ به خاطر مادره. پس آقا شمس و جنگ به عربی چی میشه؟ میشه حرب. ببین دقیقا حروف بحر یه جور دیگه به من بچسبن میشه حرب. پس شد شمس و نفس و بحر و حرب. خب خانه مثل دارالمجانین، دیوونه خونه. خانه برای خانم است. دار یعنی خانه. ولی بیت نه، بیت مذکره. دار مؤنث. از یه آقا بپرسی بعد از ازدواج وارد کجا شدی، میگه عزیزم بئر. پس ببین شمس و نفس و بحر و حرب و بئر. بئر یعنی چاه، یعنی چاه، یه چاه عمیق. شمس و نفس و بحر و حرب و بئر و دار، خانه. گفتیم هر آتیشی که به پا میشه زیر سر یه دونه خانومه. نار، روح، ری. خداوند هر چیزی که آفریده مؤنثه. نگاه کن زمینی که ما الان روش وایسادیم مؤنثه. ارض، آسمون هم برای دختراست مؤنثه. حتی بهش زیر پای مادراست. جهنم هم مؤنثه. ارض و سما و جنت و جهنم. ارض، سما، جهنم. خب اینا رو دیدی؟ اینا رو دیدی؟ حالا چند تا تکنیک بهت یاد دادم. گفتم طراح سوال کنکور موجود با شرف و با خانواده ای نیست. چند تا نکته رو یادت باشه. تکنیک اول، ببین کلمه سامانی بهت گفت الف و همزه علامت چیه؟ علامت مؤنثه. تیتانیس علامت چیه؟ علامت زنیسه. طراح سوال میاد کلمه هایی مثل صحرا رو نگاه کن. صحرا رو اگر الف و همزه رو ازش بگیری چند حرف باقی میمونه؟ چند حرف باقی میمونه؟ صحرا رو اگر الف و همزه رو ازش بگیریم چند حرف باقی میمونه؟ آفرین. بچه‌ها آیا سه حرف نشان دهنده ریشه یک کلمه هست؟ بله سه حرف نشان دهنده ریشه یک کلمه هست. پس الان در کلمه صحرا الف همزه جزء ریشه نیست. جزء ریشه نیست. حالا که جزء ریشه نیست پس چیه؟ پس علامت تأنیثه. پس کلمه صحرا چیه؟ کلمه صحرا مذکر یا مؤنث؟ مؤنث، چون علامت تأنیثه. مذکر یا مؤنث؟ مؤنث. خب بچه‌ها ولی تن رو سوال کنکور نگاه مثلا چه کلمه هایی رو ممکنه بده. نگاه دوا رو نگاه، میخوام ببینم متوجه تفاوت اینا میشی یا نه. هوا رو نگاه یا مثلا شفا رو نگاه. الف همزه رو از تو اینا اگه بگیری دو حرف باقی میمونه و دو حرف ریشه یک کلمه رو تشکیل نمیده.
پس توی این کلمه ها الف همزه ریشه است و این کلمه ها در نتیجه مذکره. پس حواست باشه آقا، حواست باشه الف همزه یا علامت های ته تانیث، الف و همزه، الف مقصوره، جزء ریشه کلمه نباشن، وگرنه این کلمه ها مذکر میشن، وگرنه اونا دیگه نشانه تانیث نیستن. تذکر شماره دو، تذکر شماره دو. دوستان تو سال 98 کنکور 98 مثلا کلمه ای مثل اسئلت رو داده بود. اسئلت، یه نکته به من بگید، اسئلت مذکر یا مؤنث؟ اسئلت مذکر یا مؤنث بگید. سما هست دیگه، سما ننوشته مگه؟ عرض و سما اینها مؤنث. سما از این مؤنث حفظی هست، نشانه نداره. ببین همه دارید اشتباه، دارید اشتباه میزنید، گوش بده. اسئلت اونم گفته بود که تو اشتباه کنی، که فکر کنی ته داره پس مؤنثه، اما نه، اسئلت یه کلمه جمعه. سامانی نژاد امروز بهت گفت اگر یه کلمه جمع بهت دادن باید مفردش رو بررسی کن، مفردش رو بررسی کنی. اسئلت جمع کلمه سؤاله بچه ها، کلمه سؤال مذکره، کلمه سؤال مذکر. یه نکته دیگر هم بدون بچه ها، اگر دیدید اسم مردی علامت تانیث داره، اونو اگه میخواید براش فعل بیارید، صفت بیارید، هرچی بیارید، مذکر در نظر بگیرید. ببین معاویه یا زکریا یا طلحه یا موسی و و و اینا چی دارن؟ علامت های تانیث دارن، ولی ما میدونیم که اینا اسم کی هن؟ اسم مرد. اینا رو میخوای در زبان عربی براشون فعل بیاری یا هر چیز دیگه بیاری، مذکر در نظر بگیر، اسم مرد. حالا بیا اینجا پیش من، حالا بیا اینجا پیش من، وای وای وای، بیا اینجا پیش من. لطف کن سوال رو حل کن ببینم، لطف کن سوال رو حل کن ببینم. بدو بدو سوال رو حل کن ببینم، کلید بده، کلید بده، بدو بدو. ماشاءالله ماشاءالله، یا امام هشتم، اینا دیگه کیان؟ اینا دیگه کیان تو این کلاس؟ ماشاءالله. آقا معلومه، میگه دنبال کلمه ای بگرد که کل کلماتش مؤنثن. خب بیا، سما که اینها جزء حفظیا بود، شمس که جزء حفظیا بود، ایران هم که کشوره. خب جواب گزینه دو دیگه، جواب گزینه دو دیگه. چقدر خفن داریم تو این کلاس، دمت گرم به خدا سلطان. بریم بعدی، بریم بعدی. خب آقا یه بار مذکر مؤنث رو مرور بکنیم تا من چیز مبحث بعدی رو بهت درس بدم دوباره. آقا گفتیم کلمه ها از اول، از اول، از اول سعی کن تو خونه جواب چیزایی که من میگم و تندتر جلوتر از من بدی. گفتیم کلمه ها در زبان عربی سه دستن، یا از جنسه اسمن، یا از جنس فعلن، یا از جنس حرفن. اسم ها در زبان عربی فقط باید یکی از این سه تا علامت رو داشته باشن، یا الف لام داشته باشن، یا تنوین داشته باشن، یا مضاف بشن. یعنی اسمی که مضاف شده ال و تنوین نمیگیره. اسم ها از نظر جنسیت دو دستن، مذکر مؤنث. مذکرها اسم هایی هستن که مؤنث نباشن، مؤنث ها یا علامت دارن یا علامت ندارن. علامت های تانیث یک، تی تانیث، الف و همزه، الف مقصوره. اما حواست باشه این علامت ها جزء ریشه کلمه نباشن. اگه جزء ریشه کلمه باشن دیگه علامت تانیث نیستن، دیگه اون کلمه مؤنث نیست. نکته دوم، حواست باشه اسم مردی که علامت تانیث داره، بابا شخصیت داره، غرور داره، مذکره، فعل میخوای براش بری مذکر بیار، معاویه مذکر حسابش کن. سه، حواست باشه اگه یه اسم جمع بهت دادن مثل اسئلت، مفردش رو تبدیل بکن سوال، بعد به تشخیص بده مذکره ها. ازمنت زمان مذکره، ابنیت بنا مذکره، السنت لسان مذکره.
آقا شهر، کشور، قبیله بی علامت مؤنثن. آقا اعضای زوج بدن مؤنثن. آقا ام و اخت و بنت مؤنثن. اسم دختری که علامت تانیث نداره مؤنث. شمس و نفس و بحر و حرب و بئر و دار و نار و روح و ریح و عرض و سما و جهنم تمام خود مؤنث. خب رنگ ها عزیزم هم مذکر دارن هم مؤنث. مثلا احمر مذکره بر وزن افعل، مؤنثش میره بر وزن فعلا میشه حمرا، ابیض بیضا، اسود سودا، همین چیزایی که بهت گفتم و فقط باید بدونی. بقیه شون هم مذکر دارن هم مؤنث. خب بریم آقا، بریم مبحث بعدی. حالا بیا اینجا آقا اسم از نظر تعداد یا مفردن یا مثنا یا جمع. اگر جمع قاعده و قانون داره، پس این جمع سالمه. اگر جمع قاعده و قانون نداره، این جمع مکسره، که من تمامی جمع‌های مکسر کتاب‌های 7م، 8م، 9م، 10م، 11م، 12م که احتمال اومدن تو کنکور داره رو تو قالب 7-8 صفحه توی جزوه‌مون توی کتابمون آوردیم که ایشالا در ته سال می‌بینید چی اند و می‌فهمید چی اند. باید اینا رو بخونیم. یه تست یا دو تا تست هم همیشه واژه میدن تو کنکور، حواست باشه. پس آقا جمع مکسر نشانه خاصی نداره، فقط سماییه، یعنی شنیداریه، باید بخونی بلد باشی، حفظ باشی. جمع سالم بچه‌ها، جمع مذکر سالم. اولا بگم که این شوخی اعراب با ماها بوده، چون اولا ما جمع مذکری نداریم که سالم هم باشن. هر جا میبینی یه عده پسر دوره هم دیگه جمع شدن، مطمئن باش یه کار ناسالم دارن انجام میدن، یه خرابکاری دارن به بار میارن. جمع مذکر سالم علامتش میشه اونه و اینه، و جمع مؤنث سالم علامتش میشه آت. حالا مثنا علامتش میشه آنه، عینه یا تانه، تینه. اینا که سامانی چیزای بدیهیه، من همه رو بلدم. طراح سوال کنکور میخواد منو چجوری دور بزنه، میخواد منو چجوری گول بزنه. طراح سوال کنکور، ببین یه نکته خیلی مهم میخوام بهت بگم، خوب گوشتو باز کن. یه نکته خفن خوب گوش بده. اوه خفن مثل خودت خفن. آقا یادت باشه سامانی بهت گفت هر کی سیبیل داره بابات نیست، هر کی سیبیل داره بابات نیست. همین سامانی یعنی چی هر کی سیبیل داره بابات نیست؟ یعنی هر گرد گردو نیست، یعنی هر کلمه ای که آن داره، اون داره، این داره، آت داره، تا دیدیش رو هوا نگو ای آن داره آ مثنا، ای این داره آ جمع مذکر سالمه، ای آت داره آ جمع مؤنث سالم. نه بررسی کن. چجوری بررسی کنم؟ نشانه رو حذف کن، حذف نشانه، ببین مفردش باقی میمونه یا نه. خب ببین مثلا چی میخوام بهت بگم. نگاه کن مثلا عزیزم کلمه اموات رو بهت داده، یا مثلا کلمه الوان رو بهت داده، یا مثلا کلمه قوانین رو بهت داده. این سه کلمه رو نگاه کن. اموات آت داره، هر کی سیبیل داره بابات نیست.
هر کسی بیل داره بابات نیست. تا آت میبینی داره، تا میبینی این آتو داره، حق نداری تو بگی این آت داره جمع مؤنث سالمه. حذفش کن. عمو باقی مونده. آیا مفرد کلمه اموات عموه؟ نه بابا جان، موته. پس اموات جمع مؤنث سالم نیست. جمع مؤنث سالم نیست. این یکی الوان، آنشو بگیر. تا آن میبینی نگو مثنیه. الو باقی مونده. آیا مفردی که دامه الوان الوه؟ نه بابا جان، مفردش لونه. پس این کلمه مثنا نیست. دوانین اینشو بگیر. دوان باقی مونده. آیا مفردش دوانه؟ نه بابا، مفردش قانونه. پس این کلمه جمع مذکر سالم نیست. یعنی هر کی سیبیل داره بابات نیست، هر گردی گردو نیست. حل دوستان، حل دوستان، حل بچه‌ها. به 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 به، ماشاءالله ماشاءالله. بریم آقا، بریم پایین تر، بریم پایین تر. چاکریم، دست خط ما به شما رفته، به خوبی شماست. خوبی از خودتونه. بیا پایین، بیا پایین جونم، جونم. میگه این عبارت ما جا فیها اسم مثنی، دنبال عبارتی بگرد که نیومده درش اسم مثنی. برو بریم جوابو ببینم میتونی بدی؟ ببینم جوابو میتونی بدی؟ تست تست کنکور بوده ها. مهرسا حسینی، یاسمن حسن نژاد، آیدا. آقا شما ها کجایین؟ آقا شما ها کجایین؟ چت خصوصیه میگن. یعنی شما ببین، آخه خیلی از کلاس ها میریم مثلا یه نفر میزنه یک، رو هوا همه میان پشتبندش میزنن یک. شما چی کار دارید میکنید؟ ماشاءالله جانم. بوشهری های خفن، بوشهری های خفن. ماهی ایشالله بیای تهران برامون ماهی بیاری، من عاشق ماهی هم. میدونستی من عاشق ماهی جنوبم. برو بریم، برو بریم. به 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 به، برو بریم آقا. همه خفن ها. از هر جا هستی خفنی، مطمئن باش خفنی که امروز اینجایی. گوش بده، عین عبارت ما جو افیا اسم مثنی. سامانی بهت گفت نشانه رو حذف کن. از گزینه 4 شروع میکنم، نگاه کن. عینه رو حذف میکنم، چی باقی موند؟ شجرت. دوستان شجرت یعنی درخت. پس وقتی نشانه رو حذف کردم، مفرد کلمه یعنی درخت باقی مون. پس عزیزان من، این کلمه مثنا هست و عینه نشانه مثنا هست. مثنا هست. این یکی. نظیفتانه آنه رو ازش میگیرم، نظیفت باقی میمونه. نظیفت یعنی تمیز دیگه. پس آقا این کلمه مثنا هست. تو دو، مسافرینه عینه رو ازش میگیرم، مسافر باقی میمونه. مسافر خب مفردشه دیگه، پس آقا اینم مثنا هست. ولی عزیزان من، عدوان آنو ازش بگیری، عدو باقی میمونه. عدو نیستا، عدوه. عدو یعنی چی؟ عدو یعنی چی؟ خسران آنو ازش بگیری، خسر میمونه. خسر یعنی چی؟ پس بچه ها این گزینه اسماش مثنا نیستن. جواب دم همتون گرم، خیلی جواب درست دادن، واقعا لذت بردن. جواب گزینه یک، جواب گزینه یک. کلن ماهی های جنوب عشقن، کلن ماهی های جنوب عشقن. بریم پایین آقا، بریم پایین. من جنوب بودم، من جنوب اهواز و آبادان و ماهشهر و اینا رو درس میدادم.
جنوب خیلی خوبه. بچهای دوست داشتنی، خفن، با معرفت، خیلی با معرفت بودن. ببین من سالی که ببخش پرحرفی هم میگم، سالی که ماهشهر مثلا درس میدادم، این بچهای ماهشهر بچه‌ها نه تبلیغی، ببین مثلا اونجا مود دیگه، مثلا مخصوصا تو اهواز مود مثلا بیلبورد اجاره میکنن، از این جور کارا میکنن و غیره و ذلک. خب من مثلا آموزشگاهی که چیز میکرد خیلی تبلیغات سنتی دهان به دهان از این آموزشگاه قدیمی بود، یعنی مثلا هزینه بیلبوردهای آنچنانی، تبلیغات میلیاردی، از این مافیابازی ها، این تبلیغات این شکلی نداشت. من شروع کلاسم تو معاشر شاید باورتون نشه با مثلا 36 نفر بود، یک ماه نشده کلاس من رسیده بود به 200 خورده این نفر. یعنی میخوام بگم چقدر برای این جماعت، جماعت قدرشناس، وقتی کار میکنی، وقتی کار کردی، خوب کار کردی، نتیجه زحمتات و نتیجه اون کار خوبت رو میگیری اونجا. چون این دهان به دهان هی تو میری میگی مثلا الان کلاس سامانی نژاد نشستی، دیدی آقا سامانی نژاد معلم در پیتیه. خب تو وظیفت به عنوان یک انسان درستکار بری به دوستت بگی ببین فلانی سر کلاس این یارو سامانی نژاد نشین، یا این خیلی در پیته. یا اگه میشینی سر کلاس ایست کلاسش خوبه، تو وظیفت به عنوان یه آدم باوجدان، یه آدم اخلاقی، این کلاس رو به بقیه هم معرفی بکنی. خب میگه آقا تست بعد رو نگاه بکن. وای وای وای، عین ما لیس فیه جمع سالم مؤنث، کدوم توش جمع مؤنث سالم نیست؟ من برم جوابامو ببینم، من برم جوابامو ببینم. ماشاءالله ماشاءالله، سوتی دادی ها محمدی، سوتی دادی، نگو ندیدم. فائز سوتی، نسترن سوتی، من سوتی ها رو دارم میگم، همه دارن درست میزنن، همه دارن درست میزنن. اون سوتی هایی که به چشم میخوره رو گفتم. حالا بیا اینجا، بیا اینجا یه نکته نابی بهت بگم. بیا اینجا، لطمات آب، آتو حذف کن، چی باقی مونده؟ لطمه. سامانی نژاد لطم که مفرد کلمه لطمات نیست، مفردش میشه لطمه. آره ولی ببین اگر حذف کردی، اگر حذف کردی و کلمه فقط برای کامل شدن نیاز داشت به یه نشانه تأنیث، این کلمه هم جمع مؤنث سالم هست. یه بار دیگه میگم، اگر نشانه رو حذف کردی و کلمه‌ای که باقی موند برای کامل شدن فقط نیاز داشت به یک نشانه تأنیث، اون کلمه جمع مؤنث سالم هست. مثلا آیات، آتو حذف کن میشه آیی، یه ت بذاری جداش میشه آیت، درست میشه. پس آیات جمع مؤنث سالم هست. مثلا روایات میشه روای، یه ت بذاری جداش میشه روایت، پس روایات جمع مؤنث سالم هست. الان جوالات، جوال جمع مؤنث سالم، اینجا چه نوشیم؟ نیست، هست، هست. اینا جمع مؤنث سالم هستن، هست، هست. یا کرامات، نگاه یه ته بدی بهش میشه کرامت، جمع مؤنث سالم هست. اما اصوات، آتو حذف بکنی اصو باقی میمونه، در صورتی که مفرد این کلمه صوت بچه‌ها، پس این کلمه جمع مؤنث سالم نیست. جواب میشه گزینه 4، جواب میشه گزینه 4. ماشاءالله ماشاءالله به همه خفنا. بپرس، سریع بپرس، فقط بپرس سری. خب بیا پایین ببینم. فایل کلاس ذخیره میشه؟ بله آفلاین. بله آفلاینش ذخیره میشه. ثبت نام کلاس، ثبت نام کلاس. این هفته من یه تخفیف خیلی ویژه میدم به بچه‌هایی که فقط تو این کلاس دارن شرکت میکنن، فقط تو این کلاس دارن شرکت میکنن. اینا رو اسامیشون رو داری دیگه؟ بگید تو واتساپ پیغام میدین، تو واتساپ همین امروز پیغام میدین، بدون پول رزرو میکنین، این هفته تخفیف رو بهره مند میشین، بعد ثبت نامتون رو انجام میدین، بعد دیگه شهریه و ثبت نام و ایناشو بهتون میگن. الان شماره واتساپ رو پین میکنه برات روی همینجا. بچه ها الان این یکی هم نگاه بکن، این تست دارم، این تست هم مثل بقیه، این تست هم مثل بقیه. خب کاری نداره، صفات برای کامل شدن یه تیه تأنیث میخواد، یه تیه تأنیث میخواد. پس این جمع مؤنث سالم هست. یا اینجا ریالات، خب ریال باقی مونده، هست. کرات،
کره باقی میمونه هست، ولی اینجا اموات امو باقی میمونه، نیست، جمع مؤنث سالم نیست. پس جواب میشه 4. این گزینه بچه ها ادامه گزینه 4 اینجا افتاده، دقت کن، این برای اینجاست، این برای اینجاست. میگه استاد اعضای زوج بدن یعنی چی؟ عزیزم مثل دست، دست دو تای دیگه، دو زوجه، ید زوجه مؤنثه، اذن یعنی گوش زوجه مؤنث، چشم عین زوجه، رجل پا زوجه مؤنث. خب بریم اسلاید بعد، بریم اسلاید بعد. اسمای اشاره، اما اسم اشاره، وای 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 وای، خوب گوش بده ببین چیکارت میخوام بکنم. اینجا رو نگاه کن بچه ها، اسمای اشاره از اسمش پیداست، میخواد اشاره بکنه دیگه، اشاره به نزدیک، اشاره به دور. ببین اشاره به نزدیک، اشاره به دور، اشاره به نزدیک. کلماتشو نگاه کن، نگاه کن کلماتشو. هازا یعنی این، زا هم میشه ولی شما هازا رو بدون تو کتابت، هازا یعنی این. برای چی استفاده میشه؟ برای مذکر مفرد، یعنی هازا برای مفرد مذکر. اینور مثنای مذکر میشه هازانه و هازینه، و برای جمع ها از هاولا استفاده میشه. فقط دقت کن فرقی نداره جمعت مذکر باشه یا مؤنث، هر چی باشه از هاولا استفاده میشه. اما مؤنثا هازهی مفرد مؤنث، هاتانه و هاتینه مثنای مؤنث، و هاولائه جمع مؤنث استفاده. این اشاره به نزدیک. مثلا بچه ها اگر برای الشجرات، نه الشجرات، برای الشجرتانه، شجرتانه مثنای مؤنثه، بخوایم اسم اشاره بیاریم چی میاریم؟ همه جواب بدن. برای شجرتانه بخوایم اسم اشاره بیاریم، بگی چی میاریم؟ ماشاءالله ماشاءالله هاتانه. این یکی رو بگو، این یکی رو بگو. برای مثلا بیت، بیت یعنی خانه، چی بیاریم؟ بیت یعنی خانه، چی بیاریم؟ اونایی که دارن میگن هازا دمشون گرم، گول نخوردن. بیت مذکره، مؤنث نیست که، اون تمال خودشه، اصلا ته تانیث نیست. بیت مذکره، میگه هازا بیت، این خانه است. هازا ماشاءالله ماشاءالله. بریم یه چند تا نکته دیگه بهت بگم. حالا اشاره به دور چیه؟ اشاره به دور چیه؟ اشاره به دور، نگاه، زالکه برای مفرد مذکر، مثناهاش اصلا در چارچوب کتابای درسی تو نیست پس یاد نمیگیری. مفرد مؤنثش هم تلکه یعنی آن. ببین زالکه یعنی آن برای مذکر استفاده میشه، تلکه یعنی آن برای مفرد مؤنث. اولائکه هم برای مذکر استفاده میشه هم برای مؤنث، هم برای مذکر هم برای مؤنث. اما چند تا نکته خفن میخوام بهت بگم، خوب گوشتو باز کن، خوب گوشتو باز کن. نکته خفن اولی که میخوام بهت بگم اینقدر خفنه که برگریزونای پاییز الان شروع میشه، یعنی یه ما زودتر پاییز میاد الان تو خونه هاتون، خوب گوش بدین. یه ما زودتر میخوام پاییزو بیارم تو خونه، نگاه کن اینو از من بشنو یاد بگیر، مطمئنم مشکل همیشگیتون بوده و هست و الان برای همیشه حل میشه. سامانی نژاد امروز به تو یاد داد الف لام چسب اسم اشاره است، الف لام چسب اسم اشاره است. سامانی نژاد یعنی چی؟ این نکته ای که میگی خیلی خفنه، به خدا خفنه یا امام هشت، خیلی خفن. یعنی چی آقا این؟ یعنی چی این؟ یعنی این هاولائه تلامیز، هاولائه تلامیز. حالا یکی نگاه، هاولائه التلامیز، التلامیز. نگاه کن عزیزم، اولی الف لام داره یا نداره؟ نداره. پس اولی چسبیده به هاولای، چسبیده به تلامیز؟ نه نچسبیده، چون سامانی به چی گفت؟ گفت الف لام چسب اسم اشاره است. پس اینا چی هند؟ از هم چی هند؟ از هم جدا.
حالا که از هم جدان هاولای معناش چیه؟ اینها یا اینان؟ جدا جدا معنیش کن. این مبتدا این خبره داره معناشو کامل میکنه. میشه اینها چی؟ ترجمهش میشه چی؟ ترجمهش میشه چی؟ بنویس برام ترجمهشو بنویس. ترجمهشو بنویس. بدو بدو بدو. میشه اینها بدو. دمت گرم متین، دمت گرم عاشقتم متین. هاولای تلامیز میشه اینها دانش آموز هستند. اما هاولای ال تلامیز حالا که الف لام گرفته، حالا که الف لام گرفته میچسبند به هم دیگه، یک واحد میشن، کلا یک واحد میشن دیگه، جدا جدا معنیشون دیگه، با هم دیگه. هاولای تلامیز این دانش آموزان، این دانش آموزان با هم هن. ببین اینجا وقتی الف لام میاد بعدش، اسم اشاره هر چیزی که باشه باید مفرد معناشه. نگاه میشه این دانش آموزان، این دانش آموزان. من الان به ترکیب میگم، من الان به ترکیب میگم، تو تو چت جواب منو بده. آماده، فقط مغز آماده، ذهن آماده. یه بار دیگه اینو توضیح بدم. آقا اگر اینجا نگاه کن، نگاه کن. اگر پس ببین، اگر ها اولائه ال نیاد واسش، جدا جدا اینها دانش آموز هستن. اگه اسم اشاره با الف لام بیاد میچسبندم، میشه این دانش آموزان. حالا جواب منو بده، حالا جواب منو بده. ببین منو، اولائکه شعرا. ترجمه اولائکه. آی ماشالله. اولائکه شعرا، جدا جدا آنها شاعر هست. اما اینو بگو اولائک الشعرا. ماشاءالله مرسا امیرحسین و عشقه، ماشاءالله آن شاعر. یه نکته نابی دیگه بهت بگم واسه تو که خیلی نابی، بیا اینجا یه نکته نابی دیگه بهت بگم، اینو حالا گوش بده رفیق گل من. در زبان عربی ما جمع‌هایی داریم که عاقلن، انسانن، شخصن، و جمع‌هایی داریم که غیر عاقلن، غیر انسانن. عاقل، غیر عاقل. عاقل مثلا ببین مؤمنان عاقلن، انسانن دیگه. شعرا، خب شاعران انسانن، عاقلن دیگه. جمع عاقله. تلامیز، دانش آموزان، جمع عاقله. اما کتب، کتاب‌ها غیر عاقل، جمع غیر عاقله. وظایف، وظیفه ها، جمع غیر عاقله. درختان، جمع غیر عاقله. کوها، جمع غیر عاقله. در زبان عربی نکته رو نگاه، وای قیامت، نکته قیامت در زبان عربی جمع های غیر عاقل مساوی مفرد مؤنث در نظر گرفته میشن. چجوری در نظرش میگیری سامانی؟ مفرد مؤنث. سامانی مثال میزنی جا بیفته؟ آره عزیزم، چرا مثال نزنم برای تو به این ماهی هستی؟ گوش بده، الوظایف رو مثلا به تو داده، خب میخوای براش اسم اشاره بیاری. سوال دارم بچه ها، من ها اولاه بیارم براش یا هازهی بیارم براش؟ کدومو بیارم؟ جواب بده. ها اولاه یا هازهی. ماشالله دو نفر سوتی دادن تا الان. هازهی باید بیاری. چرا هازهی باید بیاری؟ چون وظائف جمع غیر عاقله، وظایف جمع غیر عاقله، جمع غیر عاقل، و براش باید مفرد مؤنث استفاده شه. آقای سامانی نژاد جان،
اگر جمع نبود مفرد بود وظیفه بود چی؟ اگه وظیفه بود مفرد بود باید حاضعی بیاری. اگه ولی مثلا شجرت بود ببین باید عین خودش بیاری. مثلا جبل اگه کوه مفرد مذکره باید حاضا بیاری. اما فقط اینو که میگم فقط برای جمع های غیر عاقل حواست باشه. ببین جمع های غیر عاقل در زبان عربی مفرد مؤنثن. هاولای اگه بیاره اینجا غلط. هاولای اگه بیاره اینجا غلط. بیا پایین تر. تو رو خدا سوالو بزن بترکون شهیدش بکن. من یکم کیف بکنم. نوشته خطا رو در اسمهای اشاره پیدا بکن. من جواب میخوام. من جواب میخوام. آره جمع مذکر هم باشه غیر عاقل باشه باز همون مفرد مؤنثه. لعنتی چی کار داری با من میکنی؟ لعنتی با من داری چی کار میکنی؟ یه غلط هم تا الان نداشته. ببین از این امیر حسین خودکار بود چی بود؟ نمیدونم فامیلیش چی بود. چرا از امیر حسین زدی گزینه یک؟ گزینه یک که گزینه درستیه، خطا توش نداره که عزیزم. ببین میگه هاتانه مثنای مؤنث، تفلتانه مثنای مؤنث. خب این دوتا که با هم تطابق دارند که عزیز دل. غلط چیه؟ غلط اینه کتب، کتب جمع غیر عاقله باید براش مفرد مؤنث بیاد. مفرد مؤنث بیاد. دم همگی گر، دم همگی گر. کتب جمع غیر عاقله، اسم اشاره که باید براش بیاد باید مفرد مؤنث باشه. این سوال سوال کنکور بوده. من یه توضیح راجعش بدم ببین چقدر آب خوردن حل میشه با این نکته ای که گفتم چسب اسم اشاره. یه دقیقه نگاه کن. یه جمله بهت داده گفته کاری بکن که این جای خالیه کلمه ای قرار بگیره که خبر ما جمله فعلیه بشه. الان ببین این اسم اشاره شده مبتدا. ما قصدمون چیه؟ ما قصدمون اینه که این فعل قرصه بشه خبر. چطور فعل قرصه باید بشه خبر؟ باید اینجا کلمه‌ای بیاریم که بچسبه به حاضری. جواب کلمه‌ای بیاریم که بچسبه. ماشاءالله ماشاءالله. الف لام چسب اسم اشاره است. الف لام چسب اسم اشاره است. تنها گزینه‌ای که ال داره گزینه 4. الف لام چسب اسم اشاره است. ماشاءالله. بیا پایین تر. اینو حل کن. گفته کدوم خطای در ترجمه. ببینم اینو چیکار میکنه. کدوم خطا داره در ترجمه. در ترجمه اسم اشاره کدوم خطاه. ماشاءالله ماشاءالله بچه ها. جونم جونم نگین سوتی دادی نگین. علی رضا زاکری سوتی دادی. مطهره بوکان سوتی. بیا اینجا بیا اینجا. سامانی مگه بهت نگفت الف لام چسب اسم اشاره است؟ اینو نگاه. اولائک معلمون جدا جدا معنی کن. آنها معلم هستن. بیا آنها معلم هستن. اوکی. این یکی نگاه. ال داره به چسبونش به هم. ها اولای التلامیز این دانش آموزان. درسته. این یکی اولایک الفلاون ال داره به چسبون به هم. بیا اینجا آن کشاورزان. درسته. آقا این یکی ال نداره. جدا جدا. ها اولای مهندسون اینها مهندس هستن. نوشته این مهندسان. غلطه. باید می نوشت اینها مهندس هستن. اینها مهندس هست. پس جواب میشه گزینه یک. بریم تست بعدی. بریم تست بعدی. خب خوب به من گوش بده عزیزم. خوب به من گوش بده. فقط تمرکزت رو من باشه. فقط تمرکزت رو من باشه. آقا موصول چیه؟ موصول یعنی میخواد آقا یه قسمت رو وصل کنه به یه قسمت دیگه. میخواد یه توضیح اضافه، میخواد یه ویژگی بیان کنه. بچه‌ها موصول‌ها میخوان راجع به یه سری کلمه‌ها، یه سری ویژگی‌ها بیان کنن. مثلا وقتی میگی که آقا الله
الذی خلق احسن الخالقین. یه بار دیگه، الله الذی خلق احسن الخالقین، یعنی خدا چجور کسیه؟ یه توضیح میخواد راجبش بده. خدا کسی است که آفرید بهترین بندگانش رو. خدا کسیه که آفرید بهترین بنده‌اش. الله الذی خلق السماوات، ببین الذی خلق السماوات والارض، خدا چجور کسی؟ خدا کسیه که آسمان ها و زمین را آفرید. پس موصول کارش اینه آقا، اطلاعات و ویژگی، اطلاعات و ویژگی بیان میکنه، اطلاعات و ویژگی ها را بیان میکنه. موصول ها حالا چند دستن؟ موصول ها دو دستن، موصول عام، موصول خاص. موصول عام بچه ها برای عاقل، غیر عاقل، حیوان، شی، درخت، دیوار، چوب، کتاب، انسان، شاعر، مؤمن، همه چی استفاده میشه. موصول عام برای همه چی استفاده میشه. اما موصول خاص فقط برای عاقل استفاده میشه. موصول خاص فقط برای عاقل استفاده میشه. موصول های عام چیان در زبان عربی؟ دوتا، دوتا. من، ما، کسی که، آنچه. موصول های خاص چیان؟ الذی، الذان، الذین، التی، اللتان، اللاتی. تو خونه تکرار کن، الذی، الذان، الذین، التی، اللتان، اللاتی. اوه 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 آقا، موصول ها پس چند هستن؟ یه بار دیگه بیا اینجا، موصول ها دو هستن، عام و خاص. عام برا همه، خاص فقط برا عاقل، خاص فقط برا عاقل. عام میشه من، یعنی کسی که، ما یعنی چیزی که، خاص. بیا اینجا کارت دارم. خاص میشه الذی، الذان، الذین، التی، اللتان، اللاتی. بگو تو خونه چی شد؟ آتی شد؟ الذی، الذان، الذین، التی، اللتان، اللاتی. حالا این تمپو اینو بردار حفظ چی؟ الذی، الذان، الذین، التی، اللتان، اللاتی، الذی، الذان، الذین، التی، اللتان، اللاتی. حالا طرح سوال کنکور موجودی است؟ گفتم بهت بی خانواده، بی تربیت، بی وجود، بی شرافت، بی هر چی، بی بذاری اوکیه. میخواد تو رو اذیت بکنه. چجوری اذیت میکنه؟ رفیق نگاه کن، بیام بالاتر. اینجا من و ما داری نه؟ تو فکر میکنی ما فقط یه مدل من و ما داریم، اونم من و مای موصول، اما کور خوندی. ما کلی ما داریم. الان میخوام بهت ماهای مختلف یا منهای مختلف رو معرفی کنم. خوب گوشتو واکن به من دقت کن. ببین عزیزم، انواع ما در زبان عربی میخواییم چند نوع ما داریم. یک ما داریم بچه ها، یک ما داریم، بهش میگیم مای نفی، مای نفی، مای نفی. میاد پشت فعل ماضی، میاد پشت فعل ماضی و ماضی رو منفی میکنه. مثلا مثل ما ذهبه یعنی نرفت. یه ما داریم شماره دو، میاد پشت فعل ماضی، پس گفتیم ماضی رو منفی میکنه، مثل ما ذهبه یعنی نرفت. یه ما داریم بچه، من تو این سفرهای زیارتیم به کشورهای عربی، چه میخندی؟ به من نمیخوره برم کشورهای عربی؟ من تو این سفرهای به من نمیخوره رابط سفر زیارتی برم؟ من تو این سفرهای زیارتیم به این کشورهای عربی، وقتی رفته بودم با یکی از دوستان همکارا، با یکی از معلم‌ها رفته بودیم، این خانومای عرب منو میدیدن، هی زیر لبشون یه چیزی میگفتن. رفیقمون هی میگفت اسم من پرهامه بچه‌ها، اسم من پرهامه. رفیقمون هی میگفت پرهام اینا چی میگن؟ هی زیر لب میگفتن ما احسن، ما اجمل، ما اکمل. میگفت پرام اینا چی میگن؟ میگفتن بابا این عرب ها دارن تعجب میکنن. بچه ها اگر روزی روزگاری ما اومد به اضافه وزن افعل که تو کنکوره همین امسال سوالاش سه روز پیش بود دیگه، تا
تجربی 99 داده بودن، ما به اضافه افعل بهش میگیم ما تعجب. مثلا اون دختر عربه که به من میگفت ما احسن، ما احسن یعنی چه خوبه، ما اجمل یعنی چه زیباست، ما اکمل یعنی چه کامله. پس آقا یه ما داریم، من 3-4 دقیقه تایم بیشتر میخوام، پس یه ما داریم بهش میگیم ما تعجب. ما افعل مثل ما احسن چه خوبه، ما اکمل چه کامله، ما عجب چه عجیبه. شماره 3 بچه ها، یه ما داریم بهش میگیم ما استفهام. استفهام یعنی پرسشی، معنای چه چیزی میده و معمولا هم ابتدای جمله میاد. مثلا سامانی نژاد بهت میگه ما اکلته یعنی چه چیزی خوردی، ما لبسته چه چیزی پوشیدی، ما شربته چه چیزی نوشیدی. شماره 4 یه ما داریم بهش میگیم مای موصول. همین امروز بهت معرفیش کردم. مای موصول معنای آنچه میده، مای موصول معنای آنچه میده. داستان از چه قراره؟ این ما معمولا وسط میاد، میخواد یک توضیحی بده راجع به یک کلمه. کارش توضیحه، کارش بیان ویژگیه. مثل الله و الذی، خب خدا چجور کسیه؟ خلق احسن الخالقی. شماره 5 بچه ها، یه ما داریم بهش میگیم مای شرطی. یه ما هم داریم بچه ها بهش میگیم مای کافه. مای کافه چیز خاصی نیست، ذهنتو درگیرش نکن. اگر کلمه انه دیدیم بعدش ما چسبیده، این ما رو بهش میگیم مای کافه. یعنی چه کلمه ای بچه ها؟ انما. سامانی نژاد این انما رو خیلی روش تاکید داره، میگه کلمه مهمیه تو کنکور، مخصوصا تو تستای ترجمه. انما میدونی معنیش چیه؟ معنی فقط یا تنها میده، معنی فقط یا تنها میده. این شرطیه چیه موضوعش؟ شرطیه بچه ها معنای هرچه میده، معمولا ابتدای جمله میاد و بعدش ما یا دو فعل داریم یا یک فعل به همراه حرف ف. حالا توضیح شرطی رو بهت میدم، اینو اول مرور بکن بره تو مغزه. یه ما داریم مای نفی، پشت ماضی میاد ماضی منفی میسازه، ما ذهب نرفت. یه ما داریم مای تعجبه، ما به اضافه افعل میاد میشه ما احسن چه خوبه. یه ما داریم مای استفهامه، یه ما داریم مای استفهامه، مای پرسشیه مثل چه چیزی. یه ما داریم مای موصوله، یعنی آقا آنچه چیزی که میخواد یه جمله رو وصل بکنه به یه کلمه، توضیح و ویژگی اضافه بیان بکنه. مثلا چه میدونم، الله و الذی ما فی السماوات و الارض، یعنی خدا آفرید، الله خلق، خدا آفرید ما فی السماوات و الارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است رو خداوند آفرید. آنچه در آسمان ها و زمین است داره وصل میشه به خدا. این ما مای موصوله، ما یکی میخواد یک عبارت رو وصل بکنه به یک کلمه دیگه. یه ما داریم مای شرطی هستش، آقا به معنای هرچه هستش. مثلا به معنای هرچه هستش، آقا هر کار دوست داری بکن، ولی من اینجوری، این هر کار دوست داری، هرچی بهش میگم اون کار خودشو میکنه، هرچی دوست داری بخور در نهایت چاق میشه. این هرچه شرط دیگه، هرچه بیشتر تلاش بکنی بیشتر نتیجه میگیری، جمله شرطیه. بیشتر تلاش بکنی فعل شرطه، بیشتر نتیجه میگیری جواب شرطه، نتیجه شرط توه. مای کافه هم آقا مایی رو میگیم که چسبیده به کلمه ان، میشه انما. اون مایی که تو انما وجود داره رو بهش میگیم مای کافه. بریم آقا قسمت بعد، اسلاید آخر. پس سامانی نژاد بهت گفت اسلوب شرط نگاه بکن با یک سری اعداد شروع میشه. اولین چیزی که دارم بهت میگم،
جملات شرطی در زبان عربی با ادات شرط شروع میشن، مثل فارسی. تو انگلیسی هم همینه. تو انگلیسی هم بچه ها، انگلیسی ها بهش میگن، میگن if clauses یا conditional sentences. تو انگلیسی اینه. تو عربی آقا بهش میگن شرطی. ادات شرط چیه؟ بعد من تکرار کن. این من ما ازا این ما این من ما ازا اینما این من ما ازا اینما. ببین تو انگلیسی هم بزن اینا، یعنی کلاس خانم پالیزبان، پالیزبان معلم زبان اینجاست، کلاس خانم پالیزبان اومدی بگو شرطی رو برات بگه، خیلی خوشگل درس میده، خیلی خوشگل درس میده. خب آقا پس اعداد شرط، جملات شرطی عزیزان من با چیا شروع میشن؟ با اینا، این من ما ازا اینما. بگو تو خونه واسه خودت، این من ما ازا اینما، این من ما ازا اینما. بگو این من ما ازا اینما، این من ما ازا اینما. اعداد شرط با این من ما ازا اینما. بعد از اینا که شروع میکنن جمله شرطی رو، همیشه یه فعل میاد، همیشه یه فعل میاد. به این فعله که بعد اینا میاد میگه فعل شرط. ببین پس بلا فاصله بعد این چی میاد؟ فعل. به این فعل میگی فعل شرط. فعل شرط میخواد شرط رو تعیین بکنه. سامانی این یعنی چی؟ یعنی اگر. من یعنی چی؟ یعنی هر کس. ما یعنی چی؟ یعنی هر چه. ازا یعنی چی؟ یعنی هرگاه. اینما یعنی چی؟ یعنی هر کجا. این من ما ازا اینما، این من ما ازا اینما. بعدش چی میاد؟ بعدش فعل، فعل شرط. چطور ترجمه بکنیم فعل شرط؟ سامانی نژاد مضارع التزامی ترجمهش کن. اگه درس بخونی، اگه شیر بخوری، اگه این کارو بکنی، اگه خوب استراحت بکنی، اگه فیلم ببینی، اگه قرصاتو بخوری، ببین بخوری، ببینی، بشینی، به همش مضارع التزام. و تو قسمت بعدی بچه ها جواب شرط رو داریم، یعنی جمله‌ای که شرط ما رو جواب میده، نتیجه شو بیان میکنه. برخلاف فعل شرط که همیشه باید از جنس فعل باشه، جواب شرط میتونه از جنس اسم باشه یا از جنس فعل باشه. منتها حواست باشه اگه میخواد جواب شرطت اسم باشه، حتما باید قبلش یه حرف ف بیاد، حتما باید قبلش یه حرف ف بیاد. مثلا این جمله رو نگاه بکن. ان تدرس، این تدرس تنجه. میشه معناش کنی اگه درس بخونی، ببین بخونی مضارع التزامی، موفق میشوی، مضارع اخباری. سامان یه جمله هم بگو جواب شرطش جمله اسمیه باشه. تو کنکور ریاضی 99 تست شماره 49ش احتمالاً جمله شرطی داده بود. به ما گفته بود کدوم جمله از نظر شرطی با هم دیگه فرق داره. سه تاش جمله‌ای بود که جواب شرطش فعل بود، یکیش جمله‌ای بود که جواب شرطش اسم بود. بیا مثلا من یدرس، هر کس درس بخواند، فهو ناجح. هر کس درس بخواند موفق می شود. میبینی؟ الان جواب شرطت کیه؟ جواب شرطت اینه، فهو ناجح. جواب شرط، جواب شرط اسمیه، جمله اسمیه. اینجا جواب شرط فعلیه. حالا بیا پایین تر. امیر حسین مقصودلو چی میگه؟ میشناسینش بچه ها؟ امیر حسین مقصودلو رو میشناسین؟ تتلو رو نمیشناسین؟ بابا تتل دیگه، عمو تتل خودمونه دیگه. امیر حسین مقصودلو سالها پیش راجع به این درس اصلا شعر داره، شعر خونده. سالها پیش راجع به این درس شعر خونده. چی خونده؟ من الان یه تیکه از موزیکشو میذارم براتون، موزیکشو یه ذره بذارم براتون. بیا ببین شنیدی یا نشنیدی. اینو شنیدی؟
اینو شنیدی؟ اینو شنیده بودی این آهنگشو؟ خیلی قدیمیه، اصلا به سن و سال شما قد نمیده فکر کنم. خیلی قدیمیه بابا. نه الو نیستش که، الو یکی یه چیز دیگه بود، این یکی بهش زنگ بزنه است، این یکی بهش زنگ بزنه است، اسم آهنگ یکی بهش زنگ بزنه. خب آقا تو این آهنگ امیر حسین مقصود چی میگه؟ راجبه میخواد شرطی درس بده، میخواد شرطی درس بده به بچه ها، چون قبلا معلم عربی بوده تو ایران بوده دیگه، نمیدونم میدونید یا نه، معلم عربی کنکور بوده و تتل امو تتل میفرمایند که ببین اینه، میگه یکی واسم شرط بذاره. حالا چجوری باید شرط بذاره؟ این من ما ازا اینما، یکی واسم شرط بذاره این من ما ازا اینما. بعدش چی میاد؟ بعد این من ما ازا اینما چی؟ ها؟ بعدش هم فعل شرط بیاد. میگه بعد این من ما ازا اینما فعل شرط میاد. خب چطور ترجمه میشه؟ با التزامی بین ما. پس ببین تو این دو بیت چی گفت؟ میگه یکی واسم شرط بذاره این من ما ازا اینما، بعدش چی بیاد؟ بعدش هم فعل شرط بیاد با التزامی بین ما. جواب شرط من فعله، جواب شرط من فعله، یا میتونه با اسم بیاد، یا میتونه با اسم بیاد. یعنی جواب شرط هم میتونه فعل باشه هم میتونه اسم باشه، ولی اگه میخواد اسم باشه، ولی بگین بهش که با حرف ف حتما اون بیاد، حرف ف بیاد. بهش بگین اخباری ها آینده ترجمه بشه، بگین حتما حواسش به ترجمه این دو باشه. ببین شاید الان تو ذهنت باشه که مثلا ای شما آهنگ مثلا مسخره ای درس، مثلا این لوس بازی، آقا من دیدم دیگه این اسکل مسکلایی که مثلا میخوان پشت سر ما صحبت بکنم، مثلا میگه بابا مثلا این سامانی جان این شعرا رو مگه مثلا تو سر جلسه کنکور شعر باید بخونی، شعر یادت میاد؟ اون اسکل حالیش نیست، نمیفهمه تأثیر شعر رو. من میخوام برای توضیح بدم تأثیر شعر رو. تو همه این جنگولک بازی رو در میاره که هر کاری میکنیم، به هر آتیشی میزنیم، به هر طریقی میخوایم تو فقط به یاد بیاری. تو مگه ببینم دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده رو الان حفظ نیستی؟ مگه از اون شعر داغونتر هست؟ مگه کودکی ما به اون تباهی نگذاشته؟ دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده. خب انتظار داری یارو ازت بپرسه دستمال منو ندیدی؟ نمیدونی دستمال من کجاست؟ بعد میگه سواد داری؟ بعد یه احمق دیگه نوچ نوچ میگه سواد نداری؟ بعد اونم بی سوادی؟ بعد اونم میگه نوچ نوچ. بعد نتیجه گیری مسخره و مسخره ترش پس تو خره. یعنی چی آقا؟ پس آقا ببین شعرها ماندگارن. هنوز عتل متل تو توله گا هنوز شعر رو بلدی، هنوز حفظی. پس ببین چی شد آقا، برو بریم. یکی واسم شرط بذاره این من ما ازا اینما، بعدش چی بیاد؟ بعدش هم فعل شرط بیاد. چجوری ترجمه بشه؟ با التزامی بین ما، جواب شرط من فعله، یا میتونه با اسم بیاد، ولی چی؟ ولی بگین بهش که با حرف فت من اون بیاد. حالا ترجمهش بهش بگین اخباری ها آینده ترجمه بشه، بگین حتما حواسش به ترجمه این دو باشه، یکی واسم شرط بذاره
ان من ما ازا اینما بعدشم فعل شرط بیاد. خب دوستان عزیز، این هفته تخفیف برای ثبت نام دارین به این تلفنی که براتون گذاشتن. اگر دوست دارید کلاس عربی کنکور 1400 من رو ثبت نام بکنین، اگر تمایل دارین که کلاس رو باشید، اگر به صد عربی فکر میکنین، اگر دوست داری تکنیک یاد بگیری، مهارت یاد بگیری تو عربی، مطمئن باش که این کلاس به دردت میخوره. با همین تلفن پیغام میدی و اخبار ثبت نام رو دنبال میکنی و تخفیف رو میگیری. توی پیج اینستاگرام بنیان دانش تمامی اطلاعات ثبت نام و غیره و زالک بهت داده میشه. و اینکه الان ببین منو، الان میخوام ازت فقط یه سوال بپرسم. آره بچه ها، همه میتونن شرکت کنن، همه کنکوریا، حتی بچه های پایه میتونن آقا جان شرکت بکنن و استفاده بکنن. من میخوام ببین بی اغراق، من اهل جنگولک بازی و ببین اینجا این سیستم آنلاین همه توش لاتن. همه سریع میپرسن خب بچه ها کلاس چطور بود، جمع میدن همه عالی استاد، توپ فلان. من میخوام قسمت بدم آقا، تو رو جان من، ناموسن انصافاً کلاس چطور بود؟ جونم، عاشقتم، والله عاشقتم، دوست دارم. همین یا علی، خداحافظ. خب با زبط اون برای ما چی کار کردیم؟ چی کار کردیم؟ بیاسم. سلامت باشیم.